همکارم لیلا سعادتی که این اعتراض ها رو دنبال کرده اینجا در استودیو با ما است لیلا گستردگی این اعتصاب ها در سطح ایران رو چطور دیدی؟ آره فریبا برای ما قبلا هم در مورد صحبت کردیم از روز نه مرداد اعتصاب و اعتراض پرستاران و کادر سلامت اول از بیمارستان های دولتی البرز استان البرز شروع شد و بعد بیمارستان های چندین ده ها میتونن بیمارستان دولتی در شیراز به این اعتصاب و اعتراض پیوستن و الان میبینیم که با اولین روز هفته است در واقع شنبه شهرهای دیگه ای هم بیمارستان دولتی کادر سلامتش علاوه بر پرستار کسانی که اورژانس کار میکنن و به جز در واقع پزشکان به این اعتراض پیوسته میخوام بگم که مثلا در بیمارستان هومینی آباده این اتصاب و اعتراض امروز بوده در بیمارستان دولتی زنجان در بیمارستان سجاد تبریز هم این اعتراض و اعتراض یعنی پیوستن بین این اتصاب و اعتراض تعدادی از پرستارا از بعضی از بیمارستان دولتی یزد گفتن که از هفته یعنی در واقع این هفته خودشون دارن برای اعتصاب و اعتراض در واقع آماده میکنن فسا هم در علوم پزشکی فسا هم هفته پیش هم اونا یک روزی رو اعتصاب اعتراض کرده بودن امروز هم در واقع دیدیم تصاویرش خیلی تجمع خیلی بزرگی بود شعار دادن علیه در واقع ذات بهداشت و وضعیت سیستم کنونی بهتاش و درمان و اینکه با بچه هاشون اومده بودن در واقع کادر درما و پرستار رو برای اعتصاب ها. لیلا خواسته و مطالبه اصلی پرستاران و کادر درمان چه است؟ ببین ام ام میخوام بگم که الان از مثلا شیراز مثلا بیمارستان های علوم پزشکی شیراز دولتی شیراز امروز هم در واقع اتصاب و شروع کردیم ششمین روز احتساب و اینا دارن ادامه میدن با اینکه ما میدونیم که در روزهای اخیر حراست و مسئولان بیمارستان علیه در واقع پرستارانی که احتساب کرده بودن بیانیه نوشتن چسبونه به بوتهای بیمارستان و تهدید کردن که شماهایی که مثلا ترک کار کردین مسئول هر اتفاقی در بیمارستان هست و میتونیم با شما برخورد بکنیم در حالی که اونا مسئول نیستن و مسئول بیمارستان و وزارت بهداشت هستش که مسئول هستش میخوام اینو بگم که خواسته اینا و اتحادی که این پرستاران دارن اتحاد علیه فقر و فساد از چیزی که خودشون دارن میگن یعنی میگن که دیگه ما الان در یک سال گذشته دیگه به اینجا مون رسیده در واقع این وضعیت معیشتیمون این اضافه کاری های اجباری که داریم انجام میدیم 22 هزار تومان برای هر ساعت اضافه کاری داریم میگیریم خواسته این هستش که این ترمیم حقوقی که 14 درصد و چیزی هم نیست و بدلسمون رو در واقع تصویب کرده به نتیجه ای برسه اینکه این اجرای تعرفه نظام پرستاری به درستی اجرا بشه 500 هزار پرستار هست و هیچ کدومشون یعنی پرستاری نمیبینی که در واقع راضی باشه از این وضعیت یعنی میخوام بگم که وزارت بهداشت فعلی که داره وزارت بهداشت رو تحویل دولت چهارده ها میده بحران انسانی رو در بیمارستان ها و وزارت خونه در بهداشت و درما وزارت خونه بهداشت و علوم پزشکی ها داره تحویل دولت 14 میده پیامی هستش که در واقع پرستارها با اعتصابشون دارن به دولت پزشکی میدن و این پیام رو دارن میدن که و هشداری که دارن میدن این هستش که دولت پزشکیان به آگاه باش که با این وضعیت بحرانی که الان بیمارستان ها درگیرش هستند و کاد درمان خواستش در واقع روی زمین مونده این دودش هم به چشم شما خواهد رفت به چشم کاد درمان و کاد سلامت خواهد رفت و بیشتر از همه به دودش به چشم بیماران خواهد رفت سپاسگزارم از تو لیلا سعادتی اینجا همکارم هم در استودیو با ما